دفتر حقوقی ایرج ناصریان با 15 سال سابقه موفقیت در تمامی پرونده‌های امور مهاجرتی در نهایت صداقت و درایت. متخصصین ما در تمامی موارد مهاجرتی دارای بالاترین کاربرد علمی و تجربی میباشند. ویزای مهاجرتی از طریق خانواده، سرمایه‌گذاری EB5، سرمایه‌گذاری EB2، حضور در دادگاه‌های مهاجرت و فدرال جهت جلوگیری از اخراج، پوشش فرزندان بالاتر از 21 سال، جلوگیری از اخراج افرادی که بیش از 10 سال غیر قانونی در آمریکا بودند. تلفن تماس و مشاوره آمریکا و کانادا 310-337-7900 877-331-4413. دفتر حقوقی ایرج ناصریان. بینندگان عزیز، در هر جایی که دنیا هستین، امیدوارم که روز و روزگار به خوشی بگذرونین و تحت شرایطی که الان هست، و امیدوارم که وضع بهتری بشه از این که در حال حاضر وجود داره به وجود آوردن. برنامه ما روزهای شنبه از ساعت 11 تا 12 است. این برنامه بازپخش داره و در ضمن روی یوتیوب نگهداری میشه. اخبار مهاجرت خب خیلی زیاده. فکر کنم که تمام شما شاید بیشتر از من میدونین که الان چه اتفاقی افتاده و چه دستوری رئیس جمهور آمریکا صادر کرده در مورد ورود به آمریکا. به طور کلی یک موراتوریه میگذاشتن، یک توقفی گذاشتن برای ورود اشخاص از چند مملکت که متاسفانه 7 مملکت هست که ایران یکیشون هست، ولی من هیچ اسم عربستان سعودی و یا پاکستان رو ندیدم. دلیلش اینه که این ممالک یا افراد که هستن که ممکنه که تروریستایی ازشون بیاد بیرون که به آمریکا ضرر بزنن. شکی نداره که این عمل قبلا هم اتفاق افتاده بوده، این دستور ورود به آمریکا قبلا هم اتفاق افتاد. یکی در سال 1980 اتفاق افتاد، موقعی بودش که 79 اتفاق افتاد، موقعی که کنسولگری آمریکا اشغال شد در ایران، که در اون موقع رئیس جمهور دستور دادش که خیلی جلوی ورود همه ایرانی ها رو به آمریکا بگیرن، که اتفاقا روزی بودش که من خودم تازه از ایران رسیدم، تو فرودگاه مونیخ که رسیدم که سوار هواپیمای آمریکا بشم، شنیدم که هاستجگیری شده در ایران، که خب ما وارد شدیم و هیچ مشکلی نبود، ولی خب من قرار بود که من وارد بشم و اون موقع من همسر داشتم، خانمم در ایران بود و اونا شاملشون شدن، که حتی من میخواستم تلفن بکنم به ایران، تلفن نتونستم بکنم که رفتم از مکزیک تلفن کردم به ایران. بعد در زمان آقای جورج بوش دوم اتفاق افتاد. اون موقعی بودش که هواپیمایی که چندین نفر که تابع عربستان سعودی بودن اومدن، تا اینجا که میدونیم دو تا برج نیویورک رو چیز کردن، به حساب از بین بردن، 3000 خورده آمریکایی کشته شدن، و موقعی که نگاه کردن دیدن که اینها از 19 نفری که بودن در حدود 16-17 نفرشون عربستان سعودی بودن و عربستان سعودی توی این لیست نیستش. بعد نگاه میکنیم میبینیم که سال گذشته اومده یک خانمی که نامزد یک آقایی بوده، از که این خانم مال پاکستان بوده، ویزا میگیره، از قرار معلوم ویزای نامزدی میگیره و وارد آمریکا میشه. موقعی که تقاضای ویزا میکنه، آدرس خونش رو درست نمیده، آدرس غلطی میده، بهش ویزا میدن، میاد اینجا و اون
سانحه حادثه سن برناردینو رو به وجود میاره که چندین نفر آمریکایی کشتن. اسم پاکستان هم تو اینا نیستش ولی اسم ایران هستش. در چند سال گذشته که من آمریکا بودم، از سال 1962 یعنی 57 سال پیش، یک مرتبه من ندیدم که یک ایرانی بیاد کاری که برخلاف مسائل ممکنه رفته باشه شاپلیفتینگ کرده باشه، ممکنه زنش رو زده باشه، ممکنه اومده باشه از یه مغازه دزدی کرده باشه، ممکنه تصرف کرده باشه، ولی کاری که برخلاف مسائل دولتی آمریکا باشه اگرم بوده من نشیدم. ولی اسم دولت ایران، اسم مردم ایران توش هست. اون چی که مسلمه الان نگاه میکنیم، من دیدم که یک برنامه تلویزیون امروز صبح بودش که یه عده هستن میخوام برم به کروز به مکسیکو و یه عدهشون گرین کارت دارن. یه نفرشون تلفن کرد به من که آیا من گرین کارت دارم میتونم برم بیرون؟ بهش گفتم نه نمیتونی بری بیرون. یه نفر دیگه از میشیگان به من زنگ زد گفت من خانومم رفته ایران و از ایران تلفن کرده شماره تلفن تو رو به من داده، من میخوام ببینم که جریان چیه. گفتم خانومت نمیتونه بیاد. گفتش که من بچه دارم، 3 تا بچه دارم، خانومم رفته در ایران و وضعیت خانوم من چی میشه؟ این چند ماهی که اینا اومدن موراتوریوم گذاشتن که ورود آمریکا رو برای کسانی که ویزا دارن جلوشون رو بگیرن، وضع ما چی میشه؟ من اینجا خانومم کار میکرده، کارش از دست میده، مادر 3 تا بچه‌مه، بچه‌هام نمیدونن چیکار بکنن، پدرش مریض بوده رفته ایران به پدرش برسه و برای چیز کار موقتی هم رفته باشه، رفته سالها ما داریم در اینجا کار میکنیم. خب این به حساب داستانی که اتفاق افتاده و در حال حاضر ما میبینیم که یه فکرونم از ایران باشه. هلو هلو بفهمی سلام شهر، من الان روی تلویزیون هستم، ممکنه بعدم به من زنگ بزنی؟ در حتما در مورد ویزاها میخوای صحبت کنی؟ من الان روی تلویزیون دارم این برنامه رو انجام میدم. اوکی یه ساعت دیگه. مرسی. اون چی که مسلمه، امروز صبح یه لاسوت فایل شده. کاری که شده، دستورالعملی که آقای رئیس جمهور آمریکا صادر کرده، من فکر میکنم که از نظر قانونی زیاد پایه نداشته باشه. چجوری میشه جلوشو بگیرم؟ الان امروز صبح یک لاسوتی فایل شده بر علیه این دستورالعمل. معمولا در این طور موارد وکیل میاد یک TRO فایل میکنه. TRO یعنی temporary restraining order، به طور موقت جلوگیری از این دستور بکنین. در فدرال کورت فایل میشه، برای اینکه مربوط به فدراله. به فدرال جاج میگه که آقای جاج، این دستور باعث این میشه که irreparable harm، یک هارمی، یک مشکلی برای این شخصی که کلاینت من هستش به وجود میاد که باید زودتر جلوشو بگیریم. زود باید جلوشو بگیریم و اگر جلوشو نگیرین ضرر و زیان من دیگه قابل جبران نیست، irreparable harm هستش. معمولا TRO در ظرف 3 روز جاج جواب میده. جاج اگر اینقدر پرونده جلوش باشه اونا رو میذاره کنار، به TRO جواب میده. این لاسوت فایل شده، احتمال خیلی زیاد داره که جاج دستور بده در ظرف 2-3 روز آینده و امیدوارم که جاج جلوی دستور رئیس جمهور آمریکا رو بگیره. آیا میتونه بگیره؟ آف کورس که میتونه بگیره. جاج، رئیس جمهور آمریکا، دفتر رئیس جمهور آمریکا باید تابع قانون باشه. قانون گذار نیست. ایشون رئیس جمهور مملکته، خادم به مملکته، خادم به قانونه
باید قانون رو مراعات بکنه. دستوری که یه مرتبه میدی برای یه سری مملکتی که 95% مسلمان هستن، شما نمیتونین این کار انجام بدین. و اگر به یک عده میگفتن آره، یه مرتبه میگی شما 95% این مردم نمیتونن بیان وارد مملکت بشن، کسانی هستن که ویزاشون رو گرفتن، کسانی که امروز از حکم آوردنشون پایین، زنی که اومده و 3 تا بچه‌ش رو گشته اینجا رفته اونجا 10 روز میخواد برگرده، اینا ضررهای خیلی قابل جبرانیه و باید که کرد دستور بده و امیدوارم خیلی زیاد که کرد این دستور رو بده در ظرف هفته آینده. در گذشته هم موقعی که کارتر و جورج بوش این دستور رو داد، دستور موقتی بود، برای 3 ماه نبود، برای 30 روز نبود، برای سوریه 120 روز، اصلا به طور کلی رفیوجی از اونجا نمیگیرن و برای 120 روز اصلا به طور کلی این پرونده هاشون روش کار انجام نمیشه. مسئله خیلی بدیه. خیلی مردم الان تقریبا لیست افرادی که امروز صبح من دیدم که از دیشب تا حالا جلوشون رو گرفتن، یک اسپردشیتی بود که من گرفتم امروز صبح که تعدادی شاید همین چند ساعته، یعنی از دیروز که این امضا شد تا الان، این لیست با بیش از 150 نفر اسم داشت. اسم کسانی بود که ویزا گرفته بودن، ویزای دانشجوی هر نوع ویزا. برای اینکه من پیروز چیزو خوندم، این دستورالعمل رو خوندم و دستورالعمل اونجا اسپسیفیکلی میگه که چیه ویزا و هیچ دیستینگویش، یعنی هیچ تغییری نمیده بین ویزاهای مهاجرتی یا غیر مهاجرتی. و بنابراین باید صبر بکنیم، بیشتر کسانی که الان دلواپس هستن باید صبر بکنیم ببینیم که دادگاه چی میگه. در ضمن مسئله سره که در قوانین مهاجرت موقعی که میخونین یک نان دیسکریمیناتوری کلاز هستش، یک جمله هست که میگه باید که قوانین مهاجرت به طور یکسان برای همه اجرا بشه. شما نمیتونیم بیان یک مرتبه بر علیه یک گروهی، مسلمون باشه، کلیمی باشه، هر مذهبی باشه، یا اینکه به طور کلی یک گروه شما نمیتونید آیدنتیفای بکنید بگید فقط به این گروه، این قانون به این گروه میخوره. قانون باید در سطح کلی اجرا بشه. 14th Amendment این رو میگه، 5th Amendment این رو میگه، و 5th Amendment که به فدرال در مورد فدرال لا هسته، یعنی به حساب اپلیکیبل به فدرال، سطح فدراله. 14th Amendment مال داخل خود آمریکا است. خیلی معذرت میخوام برای اینکه بعضی موقع آدم انقدر متاسف میشه که چرا به انقدر داره به افرادی مملکتی ظلم میشه. نه اینکه بگم آمریکا بهشت بالاست، ولی یه عده اصلا اینجا خون زندگی دارن، یه عده 30 سال زندگی کردن. بارها من گفتم اگه گرین کارت بری برو سیزنشیپ تو بگی، باز چی با گرین کارت 30 سال میخوای ببونی، 20 سال ببونی؟ هر موقع گرین کارت اهمیت نداره. اگه این دستور این آقای پرزیدنت ترامپ هم نبودش، هر موقعی که یک گرین کارت، کسی که گرین کارت داره میره بیرون از مملکت و بر میگرده، 2 مرتبه باید ریادمیت بشه. آره این قانون هستش، باید ریادمیت بشه. برای چی؟ برای اینکه ببینن این چال سپورتش رو داده، قرار بوده دادگاه بره رفته، آیا کار فلانی انجام داده، آیا کارهای بد انجام داده. نه اینکه به صرف اینکه این مسلمونه، نه اینکه به صرف اینکه بگن تمام مردمی که در 95% مردم ایران مسلمان هستن،
موقعی شما یه همچین دستور میدین کاملا برخلاف کانستیتوشن آمریکاست و امیدوارم که فدرال جاج دستور بده و شاید هفته دیگه به امید خدا دستور رو داشته باشیم که بگیم که دست جلوی این دستور رو تمپراری جلو ببینین از تمپراری ریسترینگ اوردر به جاج میگه آقا جلوشو بگیر زود دستور بدین استاپش بکنن تا بعدا ما بیایم به مریت کیس یعنی به پایه کیس بریم بررسی کنیم پایه کیس بررسی میشه ممکن 4 ماه دیگه بشه ممکن 8 ماه دیگه بشه ولی الان اینا رو حسابشون بکن الان به رئیس جمهور آمریکا بگو دستور تو قابل اجرا نیست تا بررسی کلی بکنیم بازم تکرار میکنم اونایی که میخوان آمریکا باشن من یک نفر ایرانی رو ندیدم که بیاد اینجا و واقعا بگم کاری کرده باشه که آره دو سه نفر بودن که اومدن در مورد تحریم ها رو شکستن خب معلومه قانونی بوده که این کار رو قانونی بوده و اینا بعدن قانون رو چیکار کردن وایل شکستن پس بنابراین اونا رو میتونستن بگیرن 5 سال 10 سال 15 سال زندان بنزن بر اساس قانون نه اینکه بگید آقا از جمعیت ایران 80 میلیون 70 میلیون شاید مسلم میشن برای 70 میلیون که تو نمیتونی یه مرتبه همه رو زیر یه پوشش بذاری رو حساب باید صبر کنیم به امید خدا ببینیم که جاج در هفته آینده چیکار میکنه و امیدوار زیاد هستم من که جلوشو بگیره آیا این کار رو میکنن آیا جاج این رو انجام میده یا نده فکر میکنم که خدا کنه که قبول بکنه این رو و بگه موقتا این رو جلوشو بگیرین این دستور عمل جلوشو بگیرین تا چی بشه تا ببینیم که در مورد مریض کیس چی میگه آیا حالا وی کسانی که وقت دارن برای کنسولگری ها خیلی دیروز من تلفن داشتم آیا کسانی که وقت دارن به کنسولگری ها وقتشون چی میشه باطل میشه شکی نداره برای اینکه دستور ندارن که ببینین اونا فرق میکنن اونا ایشو کردن ویزا فرق میکنه اونا رو باید بلند نشن مثلا مسافرت کنن بلند شن برن ترکیه یا یکی از این ممالکی که ویزا میتونن بگیرن بلند شن برن اونجا برای اینکه در حال حاضر کنسول اجازه نداره ویزا صادر بکنه اونایی که ویزاهاشون صادر شده باید صبر بکنن تا ببینیم که بعدن چی میشه دیگه کسانی که زیاد تلفن کردن این بودش که اگر که کسی گرین کارت داره مثلا بگیم که رفته اونجا 7-8 ماه ایران بوده و بعدن به فرض این که بگیم که این دستور رو جاج نده یه جوری بشه که عقب بیفته و بیش از اون یک سال بشه که معمولا گرین کارت از بین میره آیا اونا گرین کارتشون از بین میره؟ نه برای اینکه در موقعی که کسی ویزاش گرین کارتش باطل میشه اینه که اگر که خودش اینتنت داشته باشه که برگرده به آمریکا و به هر دلیلی که کنترلش دست خودش نباشه از ورود به آمریکا براش جلوگیری بشه و بعداً اون دلیل از بین بره این کسی که مثلا رفته 8 ماه 9 ماه در ایران بوده 2 ماه 3 ماه دیگه هم برنمیگرده برای خاطر اینکه به امید اولا به امید خدا که این دستور از بین میره ولی اگر از بین نره اینا بالاتر از یک سال بی ایران وایسته باشن اونها هم گرین کارتشون از بین نمیره برای اینکه اونا میخواستن برگردن اینتنت برگشتن رو داشتن به علتی که کنترل برگشتنشون دست خودشون نبوده از بین رفته بذارید من تلفن رو بگیرم بفرمایید سلام آقای دکتر سلام قربون بفهمید خیلی متشکر از محبت هایی که کردید من جوابم تقریبا نصفش گرفتم فقط یه سوال داشتم آقای دکتر بفرمید
اینکه اونایی که الان تو نوبت ویزا تو نوبت 12 سال تو نوبت بودن و الان 6 ماه هم از تو برای ویزا ماندن، اونا چی میشه؟ اونا از بمیره؟ نه ببینید، اگر سوال شما رو درست من فهمیده باشم، یه برادری برای خواهری یا خواهری برای برادرش تقاضا کرده، 12 سال تو نوبت بودن، بعدن رفتن و بک‌گراند چکشون هنوز نیومده، درسته یا نه؟ بله بله. خیلی خوب. اینا نوبت چیزش نیومده، نوبت رفتن یعنی سفارت هنوز نرفته. آها یعنی پرایوریتیشن کارنت نشه، یعنی ویزا براشون آماده نیست هنوز. بله بله. بله. نه به طور کلی من فکر میکنم این یک بکلاگ شدیدی خواهد آورد، به وجود خواهد آورد. چرا؟ هر کنسولگری مثلا به فرض این که بگیم روزی 100 نفر رو ببینه، بله، به فرض این که بگیم این دستور جاج ملغاش نکنه، بله، 30 روز بمونه. ببینین 30 روز 100 نفر برنامه‌شون عقب میفته، یعنی یه صفش طولانی میشه که وقتاشون عقب میفته. آیا اون دلیل ویزا یعنی به ساب رایتی که داشته از بین میره؟ نه، فقط به علت اینکه تعداد زیاد بوده و یه مدتی ویزا صادر نکردن، این صفحه طولانی میشه، ممکنه 4 ماه دیگه اگر از همون موقعی هم پریوریتیشون کرند بشه، ممکنه یه مدتی عقب بیفتن. جوابتون دادم من؟ خیلی متشکر دکتر، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خداحافظ. بفهمید. آقای دکتر های شما، من حسین از جورجیا با شما تماس میگیرم. خیلی ممنون از برنامه خوب شما و تشکر از خود شما و همه. خواهش میکنم، قربون شما. مرسی. سوال نداری؟ نه مرسی، خیلی ممنون از شما و تشکر از شما. خیلی متشکرم، لطف کردی. مرسی. بفرمایید. درود آقای دکتر، خسته نباشید. درود بر شما. من در واقع یکی از سوالایی که داشتم و جوابمو همین الان گرفتم در مورد خواهرم که اقدام کردم، نگران بودم که آیا چه اتفاقی براش میفته. سوال دوم من این است که من خواهر اختیمو اقدام کردم که ایشون خواهرش چیو پرونده باز کردم برای خودش و شوهرش، نه دخترش. آیا من میتونم الان دختر 28 ساله ایشون رو همین الان به این پرونده اضافه بکنم و اگر میتونم چه مراحلی رو باید طی بکنم؟ از کجا زنگ میزنی؟ سان فرانسیسکو. از سان فرانسیسکو. بذار من سوال اول بفهمم، شما برای خواهرتون روی به حساب F4 که خواهر سیتیزن و یا برادر سیتیزن برای خواهر یا برادرش تقاضا میکنه تقاضا کردی؟ بله. دختری دارن که 28 سالشونه. بله. شما کی تقاضا کردی؟ من پرونده رو در 2010 باز کردم و همین یک ماه گذشته وقتی که آنلاین چک میکردم دیدم این پرونده رفته به NVC و بهشون کیس نامبر دادن که با ANK اولش رفته آنکارا. خیلی خوب، حالا سوال من اینه که کی رفته به NVC؟ فکر میکنم حدود 1 ماهه. خیلی خوب، پس بنابراین از سال 2010 شما تقاضا کردین و 7 سال طول کشته تا اپرووش کردن، درسته؟ دقیقا. برای اینکه موقعی که میره به NVC یعنی اپرووش کردن. بله. این دختر خانم الان 27 سالشه. 28 سالشه. 28 سالشه. بله. احتمال زیاد داره که ایشون Child Status Protection Act پروتکتش نکنه. برای اینکه 28 سال و مثلا 7 سال ازش کم بکنیم میشه 21 سال. ولی هنوز پرایوریتیشن کارنت نشده. بذار من ببینم که یه دقیقه صبر کنم. احتمال زیاد داره که ایشون جزوش نمیشن برای اینکه بالاتر از 21 سال میشن. اوکی؟ بله. خب اگر نمیشه من چه راه دیگه، یعنی من خواهرم با شوهرش بیاد اونجا، اون اگر بخوام دخترم بیاریم
من چه راهی دارم برای آوردن اون، یعنی یا در واقع ما چه راهی داریم برای آوردن دختر خواهر من به اینجا و همراه پدر مادرش، یا احتمالاً کمی بعد از اونا؟ آیا اصلا راه دیگه‌ای وجود داره؟ چون نمیدونم واقعا، خودم هم دقیقا نمیدونم چه راهی هست که لطف بکنیم من بگین اگر از اون راه نمیشه. خب پس چه کار من باید بکنم؟ اولا به من بگین شما موقعی 2010 تقاضا کردیم برای چیزتون؟ می 2010. بله. اون هنوز اگر که دارین تاریخ رو حساب میکنین، میدونم که دختر خواهر من زیر سن، یعنی 21 سالش بالاتر بوده اون موقع احتمالا. پس بنابراین اونو بذاریم کنار، اونو بذاریم، من همونو مخصم بهتون میگم. بله. این دختر چه تحصیلاتش چیه؟ ایشون لیسانس دارن، لیسانس جهانگردی داره. تنها راهی که من فکر میکنم در حال حاضر اینه که یک کارفرمایی پیدا بشه. بله. برای اینکه چند سالی که فارغ التحصیل شده؟ تقریبا فکر میکنم 5-6 هفت دست کم، مطمئن نیستم. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه آزاد رفته یا دانشگاه قدیمی؟ خیلی، دانشگاه دولتی اصفهان. خیلی خوب. معدل شنا چجوری بوده؟ دقیقا نمیدونم ولی فکر میکنم خوب بوده. خیلی خوب. ببینین دو سه تا چیز، یه اگر که معدلشون خوب بوده بخوان، یک احتمال بالاخره این گرد خاک خوابیده میشه، این مسئله دستور رئیس جمهور بالاخره یه 3-4 ماه دیگه خیلی واضح‌تر خواهد شد که چی میشه چی نمیشه، یا حتی آخر هفته دیگه معلوم میشه. ایشون یه راه دارن که از طریق دانشجویی بیان اینجا، یه راه دارن که اگر کسی اینجا کارفرمایی باشه که چون لیسانس جهانگردی دارن، پریفرابلی یه هتلی باشه که بخواد احتیاج به کار ایشون داشته باشه بخواد استخدامش بکنه. بله. از طریق ای بی تری میاد. ای بی تری چقدر طول میکشه؟ در حدود 6-7 ماه. اوکی. فرم خاصی هست که من باید اگر بخوام برم آنلاین و دیتیل بگیرم و فرمی چیزی پر بکنم، آیا فرم خاصی هست با شماره خاصی که من باید دنبالش بگردم؟ برای کدومی که؟ برای دانشجویی یا برای کار؟ برای همین راه دوم که شما پیشنهاد کردین. احتمالا راه دوم برای کار هم سریع تره، احتمالا هم it's more reasonable یه جورایی. به هر حال برای هر دو اگه لطف بکنین شماره های فرمان رو شماره... من بگین، من خیلی خیلی ازتون ممنون میشم. کار دومی is reasonable، ولی برای اینکه شما این کار رو بکنین is unreasonable، مگر اینکه شما وکیل مهاجرت باشین، این کار رو چندین مرتبه کرده باشین. حالا بگم چرا. اولین قدمش اینه که یک فرم 9114 Prevailing Wages Determination اون رو پر میکنین. بعد از اینکه پر کردین 90 روز صبر میکنین. تا البته شما این کار نمیکنین، کارفرما باید این کار رو بکنه. شما اگر بکنین، این دختره اگر کنه، این دختره اگر بیاد وکیل استخدام بکنه، پرونده رد میشه. کارفرما هست این کار. اول اون فرم 9114 رو تقاضا میکنین، بعدن 90 روز صبر میکنین، بعد از اینکه حقوق اومد آگهی میکنین در روزنامه برای 30 روز، برای 2 consecutive Sundays در روزنامه محلی، بعد 30 روز صبر میکنین. اگر کسی اون جاب رو نخواست، یک فرم 9841 که مال دیپارتمنت لیبر رو پر میکنین، میگن آقای دیپارتمنت لیبر، ما برای این پوزیشن خواستیم یه نفر رو استخدام بکنیم، کسی رو پیدا نکردیم، اجازه بدین این یه خارجی رو بیاریم. It is a tough process که شما این کار انجام نمیدین، حتما باید وکیل انجام بده. هر وکیلی هم نه، وکیل مهاجرت، وکیل مهاجرت که این کار رو چندی، برای اینکه is very intriguing، خیلی خیلی چیز. خب پس به احتمال خیلی زیاد ما مزاحم شما خواهیم شد در این مسئله. زنگ بزنید من خدمتتون هستم. خیلی
خیلی خیلی ممنونم. یک دنیا تشکر. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بفرمایید. بله بفرمایید. من ایرج ناصریان هستم. سلام آقای دکتر. بفرمایید. می‌خواستم بگم من دخترم برای یه روز دیگه بلیط داشت که بیاد، ویزاشو گرفته، البته شهروند استرالیا شد. الان دیگه نمی‌تونه بیا. ببینین شهروند استرالیا با اون آیا ویزاشو گرفت؟ چه ویزایی گرفته؟ پاسش زدن. بله ویزاشو تو پاسش زدن. میرم چون اونجا کار میکرد و خونه زندگی داشت تا همه رو بفروشه، 20 روز دیگه بلیط داره که بیاد. میرم که پاس ویزاشم تو پاس استرالیا شه. بله نه سیزن استرالیا هست، کاری باش ندارن. کاری ندارن، میتونه بیاد پس؟ بله بله بله. متشکرم، ممنونم. مرسی. بفرمایید. الو. خانم. الو. بفرمایید، من گوش میکنم، صداتون میرسه به من. من از ایران متوجه میشم. آقای دکتر، من پسرم گرفته رفته سفارت قبرس، بعد بهش ویزا دادن. الان گذرنامه‌اش رو فرستادن که ویزا بخوره. حالا اینا میتونم بیام یا نه؟ نه فکر نمی کنم خانم. اصلا اگر اینجوری که من فهمیدم اینه که پسر شما تقاضای ویزای ویزیتور کرده، درسته؟ ویزای مسافرتی کرده و بعدن بهش گفتن که مصاحبهشو کرده، بعدن گفتن بکراند چکتون میخوام ببینیم، بعد بکراند چکش که اومده بهش گفتن که ویزا تو پاسپورت تو بفرست ما براش ویزا بزنیم، درسته یا نه؟ بله. ویزا نمیزنن توش خانم. بله. موقتا ویزا بهش نمیزنن. اگرم ویزا زدن ایشون نمیتونه بیاد، برای اینکه شرکت هواپیمایی سوارش نمیکنه، سوار هواپیماش نمیکنه. نه منظورم اینه که آقای دکتر این ویزا اعتبار داره یا نه؟ این ویزا هنوز که ویزا نزدن توی پاسپورتش. الان فرستادن قبرس که بزنن. بله. ببینین الان پس درست اگر من فهمیده باشم اینه که پسر شما اومده بهش گفتن که پاسپورت رو بفرست که توش ویزا بزنیم، درسته؟ اگر که این حرفی که من میزنم درست باشه ویزا نمیزنن توش، برای اینکه دستور دارن که ویزا الان صادر نکنن، میمونه اونجا تا ببینن که بعد چی میشه، اون موقع احتمال اینه که ویزا بزنن زیاده. آه آه آه. اوکی؟ شبتون بخیر. ممنون آقای دکتر. بفهمید. درود بر شما، بفهمید. حال شما خوبه؟ من وقتتون خیلی نمیگم. من از ایران تماس میگیرم. من از طریق EB5 اقدام کرده بودیم و آگست امسال اپروبار آیفون 126 مون هم اومد و ما روز 25 ژانویه فرمای اینترنتی DSP260 رو سابمیت کردیم، یه چند ساعت قبل از اینکه این خبر منتشر بشه. پس شما وکیل دارین، درسته؟ بله بله، من یه وکیل امریکایی دارم تو سان فرانسیسکو. چرا به وکیلتون تماس میگیرین؟ با وکیلم تماس میگیریم ولی میخواستم که چون خیلی نگران هستیم و وکیلم هی دائم میگه که هیچی فعلا معلوم نیست، باید بذاریم تا آب از آسیا بیفته، فقط میگن هی امیدوار باشیم. میخواستم ببینم که فکر شما چیه، فکر میکنین که ما چه وضعیتی خواهیم داشت؟ من فکر کنم ویزا ویزا فرق نمیکنه، شما 526 رو اپروف شده، 260 رو فرستادین، پاسپورتاتون برای ویزا نفرستادین هنوز؟ فرستادین؟ نه نه، ما سفارت ایروان بوده ولی اون نامه رو بلافاصله سفارت ایروان بر ما زد که ما ظرف یک ماه آینده به شما جواب میدیم بابت وقت اپوینتمنتتون. همین، ولی پاسپورتون هنوز نرفت. من فکر کنم باید صبر بکنیم که ببینیم چی میشه و در ضمن
چون یه وکیل دیگه ای دارین، من فقط در سطح کلی بهتون جواب میدم. برای این پرونده شما رو من نمیدونم چیه. اون چی که مسلمه، من خودم یه عالمه از این سرمایه گذاری 500,000 دلاری دارم. تنها چیزی که بهتون میگم که اینه که اگرم که احیانا بیاد اون جریان 500,000 دلاری به 1,350,000 دلار برسه، شما جزوش نمیشین، ولی ویزا براتون صادر نمیکنن تا یک کنسولگری. پریوریتی شما کرنته، یعنی صف وای نمیسین دیگه. باید ببینیم که کی اجازه صدور ویزا رو به شما میدن. پریوریتی شما کرنتی یعنی چی؟ یعنی مثلا من با برادرم تقاضا میکنم باید 10 سال صبر بکنم. برای کسی که سرمایه گذاری میکنه صف جلوش نیست. پس بنابراین الان منتظر هستن که زمان مصاحبه. اینو باید وکیلتون بهتون حتما هم میدونم قشنگ توضیح داده. وکلا که خیلی قشنگ توضیح نمیدم، من اصلا از طریق ایمیل، ولی باز ممنون از راهنماییتون. حالا یه دفعه صبر کن، گفتی وکلا که معمولا جواب نمیدن. نه من... میگم خیلی کانزرواتی صحبت میکنن، آدم اون چیزی که میخواد دلش خنک بشه نمیشنوه. اجازه بده من دو مرتبه سوالم بکنم. گفتین وکلا که صحبت نمیکنن، منم جزء وکلا هستم، آیا به شما من جواب دادم یا ندادم؟ چرا، صد البته، خیلی هم ممنونم. اوکی، روزتون بخیر، شبتون بخیر. ممنون، خداحافظ. بفرمایید. درود بر شما خانم. من 3 تا سوال دارم، خیلی کوتاه میپرسم که وقت شریفتون رو نگیرم. اول از همه این که من مادرم برای خواهرم اپلای کردن که ایشون سیتیزن سوئد هستن، فرم ویزا اینا پر شده، الان منتظر مدارک هستن که ما براشون بفرستیم افیدویت آف سپورت برای نشنال ویزا سنتر. میخوانم سیتیزن سوئد هم شامل این قانون جدید میشه؟ یعنی خواهر من پاس سوئدی هم دارن؟ نه، فقط گفتن سیتیزنای این 7 مملکت. ها، یعنی وقتی سوئدی داشته باشن دیگه ایرانی محسوب نمیشن؟ یعنی کانتری آف اوریجینشون آخه نوشته بود که برای ما فرستن نوشته کانتری آف اوریجینشون نوشته ایران، ولی خب مصاحبهشون توی استکهلم خواهد بود، پس نمیشه. ببین کانتری آف اوریجین با سیتیزنشیپ حالا حاضر فرق میکنه؟ نه، شامل حالا اونا نمیشه. این سوال اوله. تو سوال دوم چیه؟ دومم اینه که برادر من خوشبختانه همین 2 روز پیش وارد شدن با ایمیگرنت ویزا و ما میخوایم بدونیم که حالا من اون پولی که باید واریز میشده برای گرین کارت رو واریز کردم، یه بعدش باید صبر کنیم تا خود گرین کارت بیاد یا پیگیری خاصی باید انجام بدیم؟ پیگیری 165 دلار رو میگی دیگه؟ بله 165. آره، نه اینو باید خیلی وقت پیش باید هم موقعی که ویزاشو گرفته بود باید میدادین. اگر میدین بعد از اینکه وارد میشد یه 2 هفته بعدش براش گرین کارش میمد. حالا شما این کار رو نکردین، الان 165 دلار رو دادین. فرستادم 1 ماه و نیم قبل پول وارد. او پس وارد که میشه باید 2 هفته بعد دستش گرین کارش برسه. البته بهتون بگم توی پاسپورتش الان گرین کارت مهر زده شده. بله زده شده، ولی کارتش 2 هفته دیگه بیاد. آها، مرسی، ممنون. سوال سومه، ایشون 20 سال پیش، همین برادرم که میگم 2 روز پیش اومدن، 20 سال پیش با ویزای توریستی اومدن، همون موقع رفتن یه سوشال سکیوریتی نمبر گرفتن. حالا ما باید بریم اینو اداره سوشال سکیوریتی استاتوس رو عوض کنیم چون الان به عنوان پرمننت رزیدنت اومدن، یا از کجا زنگ میزنی؟ من از لس آنجلس هستم. خیلی بذاری من توضیح بدم به درباره این سوشال سیکیوریتی، برای اینکه خیلی مردم وصلش میکنن به ایمیگرن. آها ببخش، معذرت. اوکی، سوشال سیکیوریتی اون موقعی که ما اومدیم هفته بعد، حتی من دانشجو بودم. بله. که اجازه کار نداشتم. بله. ولی رفتم سوشال سیکیوریتی گرفتم. اتفاق 9/11 افتاد، بمبگذاری افتاد، گفتن سوشال سکیوریتی به کسی نمیدیم. بله. تا اجازه کار داشته باشه. حالا سوشال سکیوریتی چی هستش؟ سوشال سکیوریتی یه صندوق انقدیه میزن گردن آدم که هر موقعی که من آخر ماه حقوق میگیرم، کارفرمای من
یه درصدی از اون رو میدازه تو اون صندوقه. اصلا آیا ربط به ایمیگریشن داره؟ الان برای اینکه سوشال سکیوریتی به کسی که ایمیگرانت یا لیگالی اینجا نباشه نمیدن، آره، ولی این دوتا یه مسئله است. این صندوق بازنشستگیه، اون ایمیگرانت. حالا آیا اون سوشال سکیوریتی که ایشون گرفتن هنوز ولید؟ آره، صندوق همونه، ولی توش پول نیست، برای کار نگرده. من مثلا سوشال سکیوریتیم رو فکر کنم 57 سال پیش گرفتم. بله. از اون موقع هم هر موقع پول آوردم ریختم توش. حالا ببینیم که این مصرفش میکنیم. بله. اوکی؟ بله، یک دنیا ممنون از راه نمایتون. خواهش کنم. بفرمی. جان دکتر. بفرمی. خیلی ممنون. میخواستم یه سوالی از حضور مبارکتون داشته باشم و اون اینه که من مقیم انگلستان هستم. من این رادیو اون پشتتون نمیذاره یا تلویزیون نمیذاره من صداتون رو بشنوم؟ تلویزیون خاموش کنم؟ Yes please. بعد میخواستم از حضورتون خواهش کنم، من مقیم انگلستان هستم، پاسپورت من پاسپورت انگلیسیه، ویزا هم دارم، سال گذشته گرفتم. آیا برای من مشکلی هست که وارد آمریکا بشم یا نه؟ نه، شما سیتیزن انگلیس هستی؟ بله، من سیتیزن انگلیس دارم، پاسپورت انگلیسی دارم، ویزا هم سال گذشته گرفتم. ببینم، ویزا گفتی سال گذشته گرفتم، به حساب اون دبلیو تی رو ندارین، اون 90 روزه نیستش، ویزای بی وان بی تو گرفتین. برای دیدن فامیل، برای دیدن فامیلی. ویزایی که گرفتین روش چی نوشته؟ یادم نیست، ولی برای دیدن فامیل ویزا گرفتم. من فرق میکنه ویزا رو با هم دیگه؟ آره فرق میکنه، برای یک ویزا هست که برای اتباع 28 مملکت میدن که اونا ویزای 90 روزه است، ولی سال گذشته اومدن گفتن که اشخاصی که سیتیزن مزد میخوام در ممالکی متولد شدن که اون 6 تا مملکت بوده باید بیان ویزا بگیرن. شما پاسپورتتون رو بردین اونجا و بهتون ویزا دادن. فکر میکنم ویزایی که بهتون دادن ویزای 10 ساله است و مالتیپل انتریه. درست میفرمایید. نه، برای شما مشکل نیستش. خیلی ممنون از محبتتون آقای دکتر. خواهش می‌کنم. خیلی. الو بفرمایید. درود بر شما. حال شما خسته نباشید. هر کنم حضور، چون من خواستم سوال کنم، ها بچه هم اون ویزا دادن یه دو سه تاشون، ولی عرض کنم و بلیت هواپیما هم گرفته بودن که بیان، که متاسفانه برخورد کرد به این مسئله. بعد بهشونم گفته بودن شما الان قبل از رفتن یا وقتی رفتی فرق نمی کنه، میتونید تقاضا بکنید برای چیز گرین کارتتون، که گرین کارت رو بیاد. ما که اینجا بودیم این پیو براش انجام دادیم و پیمنت رو انجام دادیم براشون و اینا. حالا میخوام ببینم این گرین کارت میاد خونه که ما آدرس دادیم اینجا، یا اینکه نه بایستی ایشون بیاد بعد گرین کارت برسه؟ باید وارد آمریکا بشه اون موقع. پس اینی که ما زور جلو جلو به اصطلاح پرداخت انجام دادیم چیز زیاد عملی نیست. کدوم جلو جلو؟ ببینین، اگر 120 دلار و 325 دلار میدین، کدوم پولا رو میگین؟ بگیم اونم مقدارش چقدر بوده. 220 دلار خواسته بودن. نه 220 که نمیتونه بشه. برای صدور گرین کارت. نه، یه 165 دلار باید باشه. 165. حالا من نمیدونم 220 براشون مواریز کردی. نمیدونم، من 220 آشنایی ندارم. اجازه بدید من بفهمم. شما برای فرزندانتون تقاضای گرین کارت کرده بودین؟ الو؟ بله، تقاضا کرده بودیم برای گرین کارت. تقاضا گرین کارت. بعدا این رو رفتن مصاحبهشون کردن و یه پکیجی بهشون دادن از این تقریبا چیز بران هستش که گفتن اینو باز نکنین تا وارد آمریکا بشین. اکزکتلی. بعدا اینا هنوز وارد آمریکا نشدن. بله.
بله بلیط داشتن که بیان با این وضعیت برخورد کردن دیگه نتونستن بیان. چند نفر بودن؟ چند نفر هستن؟ یه خانم با 3 تا بچه. بچه ها چند ساله بودن؟ این بچه ها 12 ساله بودن، 11 و 12. 220 دلار دادین؟ 220 دلار برای هر کدوم توی یه چیزشو نوشته بود، اینا پرداخت شده بود برای هر گرین کارت. خیلی خوب. اونا موقعی که وارد آمریکا بشن بعد از یه 2 هفته گرین کارت براشون صادر میشه، ولی اول باید وارد شده باشن، مهر I-94 براشون صادر بشه. I-94 برگه ورود انتری با آمریکاست. درسته. موقعی که اون صادر بشه گرین کارت براشون میفرستن. خیلی ممنونم. ولی برای شوهرشون گفته بودن که باید بکران چک بشه، اینا دادن برای شوهره گفتن باید بکران چک بشه، وضعش چیز نمیشه، به حالت چیز باقی هستش، به حالت زنده. درست میگم؟ زنده هستش. بکران چکشون خیلی طول میکشه. آها. برای اینکه موقعی که میبینین که آقای ترامپ این کارو قانونن میتونه بکنه، اینی که میگه اکستریم وتینگ، یعنی خیلی شدید میخوان بکران چک بکنن. دلیلم اینه که میگن میخوایم از این ممالک، یه عده‌شون هستن که اطلاعات افراد رو درست ندارن و نمیدن به آمریکا. مثلا بگم برای سوریه که اومده گفته به طور کلی قدغنه، برای اینکه اینجوری که متاسفانه آدم میدونه اینه که اون مملکت انقدر به هم ریخته شده که اطلاعات کافی نمیتونن بدن، ولی برای ممالک دیگه که گفته اکستریم وتینگ هستش، اون بکران چکا خیلی طول خواهد کشید از این منبع. بعد دوشا من سوال آخری با توجه به فرمایشه به شما که ابتدای جلسه فرمودید، به هر حال ایرانی ها واقعا هیچ گونه مشکلی توی این مدت های گذشته نداشتن، یا یه سازمانی توی آمریکا، یه جامعه، یه انجمنی توی آمریکا وجود نداره که این موضوع را به صورت کتبی به مثلا وایت هاوس یا جاهای دیگه منعکس بکنن و ادعای این قضیه رو بکنن؟ ما بچه که بودیم یه مرتبه داستانی تو کتابای اون موقعی که خیلی کتابای قشنگی بود نوشته بود که یک پدری داشت در موقع مرگش 12 تا بچه داشت. به هر کدومشون یه تیکه چوب داد، گفت بشکنین. همه شکستن. بعدن یه مرتبه 12 تا رو 12 تا چوب دیگه گرفت و اینا رو به هم باندلش کرد، بس گفت حالا بشکنین. نتونستم بشکنم. جوابتون دادم؟ بله درسته. من حرف میکنم با توجه به اینکه واقعا میتونم بگم 80% این مردمی که اینجا زندگی میکنن ایرانی هستن، واقعا جزء نخبه ها هستن، جزء افرادی هستن که به این مملکت واقعا دارن هم خدمت میکنن هم به درآمد. چون من تعجب میکنم چطور سردمدارای اینا متوجه، ما همه میخوایم رئیس بشیم قربون، آره، متوجه نیستن و تر و خشک با هم میسوزونن. تعداد کسانی که ایرانی های مهاجر به آمریکا در هر طبقه که نگاه کنی از هر طبقه آمریکایی تحصیل کرده تره. بله. از همشون مرفه تره، از همشون تمیز تره. برای اینی که آدم دادش در میاد که چرا این افراد رو سینگل آت کردن، چیکار کرده ایرانی به غیر از اینجا در بهترین مدارس تدریس میکنن، در بهترین بیمارستان ها پزشکی میکنن، بهترین سرمایه گذار هستن، نخبه هستن، جایزه نوبل ریاضیات یه دختر ایرانی میگیره، یه دکتر ایرانی میاد نمیدونم درباره بله. چرا؟ برای اینکه این 12 تا چوبه تیکه تیکه از دست هر نفره. بله درست. قربون شما، روز شما بخیر، شب شما بخیر، یا روز شما بخیر. خیلی متشکرم، خسته نباشید. من برنامه رو باید بگم که تمام بکنم، اینا که رو خط هستن من خدمتشون هستم. خدا کنه هفته دیگه خبر بهتر بهتون بدم تا این افتضاحی که در حال حاضر هست. روز شما بخیر، شب شما بخیر.
دفتر حقوقی ایرج ناصریان با 15 سال سابقه موفقیت در تمامی پرونده‌های امور مهاجرتی در نهایت صداقت و درایت. متخصصین ما در تمامی موارد مهاجرتی دارای بالاترین کاربرد علمی و تجربی میباشند. ویزای مهاجرتی از طریق خانواده، سرمایه گذاری EB-5، سرمایه گذاری EB-2، حضور در دادگاه‌های مهاجرت و فدرال جهت جلوگیری از اخراج، پوشش فرزندان بالاتر از 21 سال، جلوگیری از اخراج افرادی که بیش از 10 سال غیر قانونی در آمریکا بودند. تلفن تماس و مشاوره آمریکا و کانادا 310-337-7900-877-331-4413. دفتر حقوقی ایرج ناصریان.